CNN بر اساس گزارش یک نهاد تحقیقی به نام پژوهش جنگ افزارهای منازعه میگه جمهوری اسلامی کلاهک انفجاری پهپادهای شاهد رو به گونه ای برای روسیه تغییر داده تا آسیب حد اکثری به زیرساختهای اوکراین وارد کنه. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی ده‌ها قطعه فلزی کوچک به کلاهک پهپاد شاهد اضافه کرده که هنگام برخورد به هدف شعاع بزرگتری رو تخریب میکنه. علاوه بر این 18 خرج کوچک دور این کلاهک‌ها کار گذاشته شده که به گزارش این نهاد وقتی در اثر انفجار ذوب میشن میتونن زره رو سوراخ و نوعی اثر انفجاری 360 درجه ایجاد کنن. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل با ماست. آقای آریان، همین الان هم این پهپادها تخریب‌های قابل توجهی داشتن، چقدر فکر می‌کنید با این تغییراتی که دادن کشنده‌تر و کاراتر خواهند شد این پهپادها؟ خب میتونن میزان تخریبش رو بیشتر بکنن. این گزارشی رو که به حساب تحقیقات تسلیحات منازعه داده مربوط به شاهد 131 که اسم روسیش همون گران یک باشه، شاهد 136 رو هم که به روسیه داده هم بزرگتره و هم سر جنگیش بزرگتره. به هر حال هدف از این کاری رو که جمهوری اسلامی داره میکنه که با سفارش روسیه هست اینی که حد اکثر به حساب صدمه رو وارد بکنه، شدیدترش بکنه و طوری این رو به حساب تنظیم بکنه که استفاده بشه برای یک هدفهای واقعا غیر نظامی، همینطور که روسا استفاده کردن علیه نیروگاه ها، علیه شبکه های برق، علیه ترانسفورمرهای برق فشار قوی و به طور کلی هدفهای از این دست. و حالا که قرار چنین کارخونه‌ای در خود روسیه ساخته بشه و قراره که 6000 پهپاد در سال آینده به حساب درست بشه، بیشک تغییرات اساسی در پهپادهای آتی خواهند داد، به ویژه که صحبت از پهپادهایی بود که بایستی سرعت بیشتری داشته باشه که اون بحث جداگانه است. این آقای آریان آیا نشون نمیده که این فشارهای غرب بر جمهوری اسلامی که میگن نفروشید چنین سلاحایی به روسیه نه تنها عمل نکرده بلکه جمهوری اسلامی احتمالا یک حاشیه امنی احساس میکنه در کنار روسیه که قدرت این پهپادها رو هم داره افزایش میده؟ خب به هر حال جمهوری اسلامی تصمیمش گرفته که از روسیه پشتیبانی بکنه و به باور من اثری نخواهد داشت، برای اینکه فشار بر روی جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج بیشتر هست. از یک جهت از منظر نظامی اگه بخوایم نگاه بکنیم، به باور من جمهوری اسلامی داره این کارها رو انجام میده که بتونه سلاح‌های بهتری به ویژه هواپیماهای سوخو از روسیه بگیره که بتونه نیروی هواییش خودش رو تا حدی تقویت بکنه. و یک به حساب برآورد خود من این هست که جمهوری اسلامی دنبال دو سه سلاح دیگر هست که به دنبال تلاشایی هم در این مورد انجام داده، شواهدی هم وجود داره. برای نمونه جمهوری اسلامی دنبال اینی که بخواد تکنولوژی از روسیه بگیره برای تولید موشکای هایپرسونیک با ماخ 5 و به بالا، که اگر این تکنولوژی بهش داده بشه و چنین موشکایی را بخواد درست بکنه، میزان بازدارندگی جمهوری اسلامی رو در مقابل حملاتی رو که ممکنه از طرف آمریکا و بیجه از طرف اسرائیل انجام بگیره بالا میبره. یعنی برای نمونه مثلا کارایی آروی اسرائیل رو زیر سوال میبره. در این حال جمهوری اسلامی به دنبال ساخت به هر حال موشکای EMP است، الکترومغناطیسی، که اون هم یکی از خواستهای اینه. این کارا رو که داره جمهوری اسلامی میکنه در حساب حیطه نظامی دنبال این گونه تکنولوژی هاست. اینکه روسیه بده این تکنولوژی رو یا نده یا کمک بکنه به جمهوری اسلامی این بحث دیگری است. آقای آریان، میدونم که حالا اوکراین فناوری گنبد آهنی که اسرائیل داره رو نداره، ولی بالاخره کشورهای غربی دارن یکسره کمک‌های نظامی فوق‌العاده‌ای به این کشور می‌کنن. چطور هستش که هیچ سامانه مشابهی ندارن که جلوی این پهپادهای جمهوری اسلامی رو بگیرن؟ سامانه‌های بسیار خوبی دارن و جلوی بسیاری از این پهپادها رو گرفتند. خود اوکراین
یعنی وزارت دفاعش و مقاماتش گفتن تا حالا ما ده ها پهبادها رو، پهبادهای شاهد، ولی خب بعضی هم به هدف خوردن دیگه، بعضی به هدف خوردن ولی بیشترشون رو ناکارآمد کردن. نه اینکه نتونن جلوشو بگیرن، میتونن جلوشو بگیرن، ولی اینکه به طور کامل بخوان این کارو بکنن، خیر، به هر حال صدماتی رو وارد میکنه. به همین جهته که در ارتباط با این مسائل، این توری رو که در واقع آقای زلنسکی انجام داده، اومده بریتانیا، بعد فرانسه، بعد کشورهای دیگر اروپایی، تمام هدفش روی چهار محوره. یکی اینکه میگه به ما کمک‌های نظامی بکنیم، وقت داره دیر میشه، روسا ممکنه حمله بکنن. یکی اینکه میگه به ما تجهیزات بیشتری بدین، منتها مثلا برای نمونه یوروفایتر به ما بدین هواپیماهای تایفون یا F-16. چرا؟ برای اینکه میگه اینها سلاح‌های ورق برگردانه که کشورهای اروپایی، مثلا بریتانیا و حتی آمریکا، امتناع میکنن از این کار، واقعا موافق نیستن، برای اینکه اون یه بعد دیگری رو در جنگ باز میکنه. و یکی از محورهای دیگرش اینه که میگه باید آموزش بیشتری به ما بدین که اوکراین رو در سطحی نگه داره که فقط مانع پیشروی حملات روسیه نباشه، بخواد عملیات تهاجمی یعنی اجرا بکنه که بتونه روسا رو پس بزنه. به همین جهت دنبال سلاح‌های ورق برگردانه. اینکه کشورهای اروپایی و آمریکا این کار رو بکنن تا چه حد بکنند، این یه بحث. دادن این سلاح‌ها مثلا یوروفایتر، مثل تایفون، به خود اوکراین یه بخش قضیه است، ولی آموزش و آماده کردن اینا بخش دیگه. برای تایفون 3 سال وقت لازمه، ولی تانک‌هایی رو که قرار بدن، چالنجر و تانک‌های آبرامز، اینها حدود 3 ماه 4 ماه. یعنی روسیه رو آماده می‌کنی که برای ماه آپریل و می که میتونه حملات گسترده رو شروع بکنه، بعد از اون به حساب رد شدن دوران گلولای که اسم خاصی برای روسیه دارن، راسپوتیتسا، که جلوی روسیه رو بتونه بگیره. ممنونم از شما. حسین آریان، کارشناس مسئله نظامی از نیوکاسل.